سرخط خبرها. انتقاد هراتیان از وجود ناامنی ها در نقاط مختلف کشور. شماری از ساکنان، استادان دانشگاه، دانشجویان، فعالان مدنی و جوانان در هرات خواهان توجه جدی حکومت به وضعیت نابسامان کشور شدند. نگرانی ها از فروپاشی آبده های تاریخی در بادغیس. فرهنگیان بادغیسی میگویند آبده های تاریخی این ولایت از سوی افراد مسلح به سرقت برده میشود. انتقاد تند شماری از نامزدان مجلس نمایندگان در فرا از وجود تقلب گسترده در انتخابات گذشته. آنان خواهان برگزاری مجدد انتخابات مجلس نمایندگان در این ولایت هستند. واکنش ائتلاف بزرگ ملی در پیوند به ناامنی‌های اخیر در کشور. اعضای این ائتلاف می‌گویند که بخش‌های مختلف کشور به دست پیکارجیان طالب سقوط می‌کنند، ولی رئیس جمهور به فکر کمپاین‌های انتخاباتی است. و اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا از قطع ارتباط بانک مرکزی ایران با پیام‌رسان مالی سوئیفت خبر داده است. سلام و درود بر شما. به خبرهای این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین می توانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. شماری از استادان دانشگاه، دانشجویان، متنفذین و ساکنان ولایت هرات امروز در یک نشست خبری خواهان ختم جنگ در نقاط مختلف کشور شدند. آنان حکومت را به کم توجهی در زمینه تامین امنیت مردم متهم کرده و گفتند که اگر این کم توجهی ها ادامه یابد دست به اعتراض های گسترده خواهند زد. شماری از استادان دانشگاه، فعالان مدنی، دانشجویان، متنفذین و جوانان در هرات امروز در یک نشست خبری خواهان خاتمه جنگ در کشور شدند. آنان با انتقاد از حکومت میگویند که رهبران حکومت وحدت ملی در مورد مشکلات امنیتی در کشور کم توجهی میکنند. زکی صمدی میگوید که دولت باید توجه جدی نسبت به حملات هراس افغانانه در کشور داشته باشد. سردمداران دولت خود، جمهوری اسلامی افغانستان، به شدت و به قوت می خواهیم که به حملات تروریستانی که روز به روز روز افزون است توجه بکنند. همکاری های مستمر و ممتد خود در رابطه به نیروهای امنیتی داشته باشند. داشتن ولی سپورت نشده، همکاری دارن. مثلا در یک جایی فعلا ولایت فرا، ولایت فاریاب، ولایت غزنی، اروزگان، مناطق بلوسوالی های چون جغتو، جاغوری، مالستان به شدت زیر حمله تروریست ها هست. نیروها میایه ولی به محض که یک حمله یکی دو روز دوام میکنه پس دوباره از طرف حکومت متاسفانه سپورت نمیشه. نیکونام مالستانی، استاد دانشگاه، در این نشست خبری از دولت میخواهد تا توجه بیشتر به تامین امنیت مردم و ویژه ساکنان ولایت های مرکزی کند. کار رهبران حکومت وحدت ملی ما متاسفانه در افغانستان شاهد این خونریزی ها و شاهد مشکلات بسیار شدید امنیتی هستیم. مردم افغانستان فعلا هیچ چیز دیگه از رهبران حکومت وحدت ملی نمیخواهند. اینجا ما هم هستیم، ما خوان کدام چوکی و کدام اقتدار دیگه نیستیم، فقط مردم برای بقا فعلا میجنگند. یعنی همگی میخواهند که زنده باشند و این شاید خواست بسیار بزرگ نباشد و از یکی از مسئولیت‌های رهبران حکومت وحدت ملی و حکومت است که امنیت شهروندان را باید تأمین بکنه و در این قسمت متاسفانه تا هنوز هم هیچ اقدامی و هیچ برنامه مشخصی وجود ندارد. عارف صبوری، یکی دیگر از اشتراک کننده ها در این نشست خبری، از حکومت میخواهد تا هرچه عاجلتر به مناطق از ولایت های اروزگان و غزنی که جنگ جریان دارد نیروهای کمکی بفرستد. او میگوید اگر حکومت به خواست های آنان توجه نکند دست به اعتراض های گسترده خواهند زد.
متاسفانه دولت در یک سکوت خیلی خطرناک اینا قرار گرفتن و شما شاهد هستین که امروز از سراسر افغانستان صدای عدالت خواهی برای مردم افغانستان که در هر گوشه افغانستان اینا مورد حملات تروریستان و همچنان طالبان قرار میگیره. متاسفانه دولت هیچ دستاورد در این بخش نداشته و ما امروز این تجمع کردیم تا اینکه به دولت بفهمانیم و از آن خواهش بکنیم که در قسمت تامین امنیت مردم و همچنان خشونت های سیستماتیک پایان ببخشند و کسانی که در مقابل مردم افغانستان و همچنان مردم بی‌دفاعی که اونا هیچ چیز در دست ندارن که از مکان، از خانواده، از فامیل خود دفاع بکنن، اونا برنامه داشته باشن و دیگر شاهد این گونه حملات در سراسر افغانستان به ویژه در مناطق مرکزی نباشیم. عزیزالله کاظمی استاد دانشگاه هرات نیز میگوید که دولت در قبال حملات پیکارجویان خاموش مانده و نسبت به رویدادهای اخیر در بخش‌های مختلف کشور واکنش جدی نشان نداده است. اساتید و محصلین، دانشجویان تجمع کردند امروز که صدای خود به گوش دولت مردان، سیاست مداران و کسانی که پیش میزای سرخ نشسته و راحت در خانه هایشان و امروزه مردم ما به خاک خون کشیده میشه، هیچ گونه تحرک اینا نداشته. ما صدای خود بلند کنیم و اعتراض خود به گوش اینا برسانیم. بخصوص باز میگیم که جامعه جهانی و نیروهای ناتو متاسفانه ما امروز با این برنامه‌ها و پلان‌هایی که اینا داشته، طرح‌هایی که داشته، در صداقت اینا به شدت تردید داریم و ما به این نتیجه می‌رسیم با عمل کرده که اینا داشته، اینا به نظر ما امروز ما به این نتیجه رسیدیم که اینا در مبارزه با تروریسم صداقت نداره. این نشست خبری در حال در هرات برگزار می‌شود که در روزهای اخیر پیکارجویان طالب در مناطق مختلف کشور مصروف حملات گسترده‌ای هستند، حملاتی که باعث آواره شدن ده‌ها خانواده از مناطق اصلیشان و دیگر نقاط کشور و ولایت‌ها شده است. در جریان 24 ساعت گذشته در هرات یک نفر کشته و 58 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولان بیمارستان مرکزی هرات میگویند که این افراد در نتیجه رویدادهای مختلف زخمی و به این مرکز درمانی منتقل شدند. محمد عارف جلالی، سرطبیب بیمارستان مرکزی هرات گفته که از این میان 33 نفر در نتیجه رویدادهای ترافیکی زخمی شدند. آقای جلالی گفته که یک نفر در این مدت در نتیجه شلیک گلوله جان باخته. سرطبیب بیمارستان مرکزی هرات میگوید که 20 نفر در نتیجه ضرب و شتم و 5 نفر دیگر با ضربات چاقو زخمی شدند. یک جوان حدوداً 16 سال خودش را در هرات حلق‌آویز و به زندگی خیش خاتمه داد. محمد عارف جلالی، سرطبیب بیمارستان مرکزی هرات، با تایید این خبر میگوید که جسد این جوان شب گذشته به این بیمارستان منتقل شد. اسامی ارشاد فرزند عبدالرحمن 16 ساله، باشنده باقرشت، که صورت حلق‌آویز شده و شفاخانه آورده شده. فعلاً دور به معاینات طب عدلی فرستادند ولی فامیل از اون اجازه بردن مریض مهید رو به طب عدلی ندادند، ولی فعلا در سرخانه موجود است. اداره آبرسانی هرات میگوید که تاکنون مترهای جدید آب به این اداره نرسیده. قرار بود اداره آبرسانی حدود 4000 متر جدید را توزیع کند. راتب حمیم، رئیس اداره آبرسانی هرات، میگوید تا زمانی که هیئت مدیره جدید در بخش توزیع مترها تشکیل نشود، برنامه توزیع متر به مشترکین آغاز نخواهد شد. متاسفانه بگم هنوز هم قراره که توزیع بشه، چیزی بهتر بده ما نرسید. متاسفانه همین در کادر چی بگم، هیئت رهبری خود ریاست آبرسانی افغانستان، هیئت مدیره که قبلا جناب رئیس وزیر چهارشوری بودن آقای مدیری، وقتی اونا استفاده وقت داری که دوباره هیئت مدیره رئیس تشکیل باشه و رئیس جدید تشکیل باشه، قراردادهای بالاتر از سقف ولایت ریاست آبرسانی افغانستان منظور کنه، همی خاطر ماند تا به حال که این قرارداد ما روی میز ریاست آبرسانی افغانستان دیگر وزیر مالیه پروف کنند، امضا بکنند. هنوز این قرار نگیرفته و هنوز ما تزدی نداریم. ما 63000 مشترک فعلا در داخل شهر هرات داریم و میزان بدهی طلبات، بدهی مشترکین و طلبات ما والا مشترکین بالاتر از 200 میلیون افغانی. شماری از نامزدان مجلس نمایندگان در ولایت فرا خواهان برگزاری مجدد انتخابات هستند. آنان میگویند که در انتخابات گذشته تقلب گسترده صورت گرفته و به همین دلیل باید کمیسیون زمینه برگزاری مجدد انتخابات را فراهم سازد.
امروز شماری از نامزدان مجلس نمایندگان در ولایت فراد دست به اعتراض زدند. آنان از حکومت مرکزی خواهان برگزاری مجدد انتخابات شدند و انتخابات 28 میزان را غیر قابل قبول خواندند. انتخاباتی که به گفته آنان تنش‌ها و شکایت‌های گسترده ای را در پی داشت. شماری از نامزدان مجلس نمایندگان در فراد میگویند که بعضی از نامزدان صندوق‌های رأی را به سود شخصی خود پر کردند. فکر کنید در فراد 10 یا 11 ولسوالی است و چندین ولسوالی از انتخابات برگزار نشده. در یک انتخابات برگزار شده، چنین انتخابات بدی و جوینم چنینه، خاکسفیدم چنینه. آرایی که میمانه در قالب مشهر و چند سایته. شورای ملی یا نمایندگانی که از ولایت فرا معرفی میشوه، آیا منحصر به 4 ناحیه شهر گفته میشه؟ 11 ولسوالی فرا اینقدر مردم و نفوس اونجا زندگی میکنه. هیچ یک از اینا نتونسته نماینده های منتخب خود تعیین بکنه. به نظر من و همه کاندیدان انتخابات قابل قبول هیچ کدام ما نمیباشه. یک دیگر از نامزدان مجلس نمایندگان برگزاری انتخابات در این ولایت را غیر معیاری دانست و افزود که در بعض از ولسوالی ها مقام های دولتی و کمیسیون انتخابات نیز در تقلبات دست داشته اند. تاکنی خوب پس سر اثر در ولایت که یعنی معیاری نوی تقلب دیر په لوړه کچه باندې دلته په فرا کې بیخي ولیدل سو محسوسېدی، بخصوص د جوین ولسوالی چې ټوله شاهد دی او د انارداری ولسوالی، خاک سفید ولسوالی، هغه خو بیخي رسوایی منځته راوستله. یعنی دومره افتضاح پکښې وکړه چې دا پروسه ټوله تر سوال لاندې راوستله. آقای خدمت افزود که از یک طرف انتخابات در اکثر ولسوالی های این ولایت برگزار نشده و از طرف دیگر تقلبات و گسترده در ولسوالی های جوین، اناردره و خاک سفید این ولایت صورت گرفته است. زا اول در جوین ولسوالی تاست مثال در کومه. جوین ولسوالی که طول تاکنی در درو کسو پا گروگان که وی ترپای پوری، مثلا دی که ولسوال هم دخیلو، کماندان در امنیه هم دخیلو، مدیر در امنیت هم پکشی دخیلو، خپل کمیسیون دیفسیان یم پکشه، یعنی کارمندان یم پکشه دخیل و چه دوی مشترک یو شخص تا کمپاین وکی او تقلب ورته وکی. آلتا امنیت نسته، آلتا انتخابات و تا خلق نراوزی پشار که دنه نراوانه و تلنو پا ولسوالی که یو نعامنه ولسوالی چه آلتا پا لس متری که دخبل ولسوالی دا مکر سوک نیسی آلتا اطلای، یعنی ار سوک نیسی اطلای. نو دا سنگه که دایسی چه پاغ منطقی که با تاکنی تر سرسی وسی دا مطلق تقلب باندی دوی تکیه و دا کسانو تقلب وکی دا مشخص کندید پا نفع باندی. با این همه نور احمد فرای یک از ناظران انتخاباتی از نبود شفافیت در اکثریت مراکز رایدهی انتقاد می کند و افزود که اکثریت صندوق ها در مرکز و ولسوالی های این ولایت در شب به سود بعضی از نامزدان پر شده است. شکایت درج کرده من، این شکایت های ماست که کس تحویل نگرفت، نیست هم شکایت تحویل گرفت نه کمیسیون انتخابات. گفت که اینا به درد ما نمیخوره، پیش خود خو همه چی مینه شکایت، وقت شکایت خلاص شدن، هر رقم که خود شما میکنه. ما شکایت ها خود درج کردیم، ناظرین کلگی امضا کردن، ناظرین هم کلگی همینجا استاد است دیگه، قبول نکرد، هیچ قبول نکرد. باز امروز هم رای جوینه که ما می چی میکردیم شماره میکردیم با تاریخ 27 شده بود، یک روز قبل از انتخاباتی صورت گرفته بود دیگه. بعد از اون به نفع کی استفاده شده؟ به نفع شهیدزاده استفاده شده بود و زیادتر آرای از اون با یک چکمار شده بود. یعنی معلوم می شد که یک نفر اینا رو چکمار زده و کل گیر از یک رقم ما چی کرده، زیادتر آرای از اونا با یک رقم چکمار بود. خواستیم پیرامون این انتقادها دیدگاه کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخابات ایران نیز در گزارش داشته باشیم، اما مسئولان این کمیسیون در فرا حاضر به گفتگو با ما نشدند. شماری از فرهنگیان ولایت بادغیس از تخریب آبدهای تاریخی در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. فرهنگیان و شماری از ساکنان ولایت بادغیس می گویند که اکثر آبدهای تاریخی در مناطق مختلف بادغیس در آستانه نابودی قرار دارد. آبدهای تاریخی هویت فرهنگی یک ولایت را بازگو می کند، اما اکثر آبدهای تاریخی در ولایت بادغیس در آستانه نابودی قرار گرفته است، موضوعی که به شدت نگرانی شماری از ساکنان بادغیس به ویژه فرهنگیان این ولایت را به دنبال داشته است. شماری از کارشناسان امور فرهنگی در ولایت بادغیس میگویند که اکثر آبدهای تاریخی در این ولایت توسط افراد مسلح غیر مسئول برای یافتن آثار عتیقه مورد تخریب قرار گرفته است، آثاری که ظاهراً
به خارج از کشور نیز انتقال یافته است. ما خود ما به چشم شهر دیدیم که کندانکاری ها در مناطق مختلف مثلا در قادس خوردک، کندانکاری ها در قرشقه، در اطراف نریمان، در قسمت های چلانک و بعض مناطقی که در اونجا آثار باستانی وجود داشت، مثلا در منطقه دایستان که یک از شهرهای نامدار ولایت بادغیس بود، این کندانکاری ها جریان داشت. توسط معامله‌گرها اینا با توسط کندانکارا خریداری میشد، بالای اشخاص افراد باز در داخل افغانستان چندین دیست اینا تبدیل میشد، در خارج از افغانستان انتقال میدادن. خیلی کسایی اگر ضرور نیست که ما از اونا نام بگیریم، اگر تحقیق جنایی صورت بگیره، تحقیق و تعقیبی این مسئله صورت بگیره، همه کسا در بادغیس آشکارا هست که امروز سرمایه و دارایی و هستی خود از این مدرک به دست آوردن و آبرو و حیثیت ملت افغانستان با فروش رساندن و خود را سرمایه دار ساختن. شماری از ساکنان ولایت بادغیس رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت را به کم توجهی در مورد حفاظت از آبدهای تاریخی متهم می کنند. آنان می گویند که اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس تا کنون هیچ برنامه‌ای جهت بازسازی و جلوگیری از تخریب آبدهای تاریخی روی دست نگرفته است. این آبدهای تاریخی آثار تاریخی که هست و خودمو بیانگر اصل همو کشور یا همو منطقه رو بیان میکنه، به اون خاطر است که چندین دلایل داره آثار تاریخی از بین رفته و یکی بحث ناامنی است که در ولایت بادغیس ما مناطقی که آثار تاریخی قرار دارد زیادتر به دست مخالفین دولت است و در این عرصه خود دولت ما تلاش رو نمی کنند و یک ریاست به نام اطلاعات فرهنگ است در ولایت بادغیس هیچ وقتی از مبدای تاریخی یا از آثار تاریخی یک ثبت یا یک چیز نداشته که همه خود آثار تاریخی ثبت داشته باشه و به ادارات زیرسلطان اطلاع بده. تعدادی از استادان دانشگاه در بادغیس نیز نگران وضعیت نابسامان آبدهای تاریخی در این ولایت هستند. ریاست اطلاعات فرهنگ یکی از خواب آلودترین ریاست های ولایت بادغیس هست. هیچ فعالیتی در راستای حفظ و نگهداری آبدهای تاریخی به صورت مشروع در ولایت وجود نداره و نکرده تا حالا. ما تقاضایم این از نیروهای امنیتی و به هماهنگی ریاست اطلاعات فرهنگ که خیلی زود اگر جلوی غارت های فرهنگی و جلوی تخریب آبدهای تاریخی در ولایت نگیرن، مطمئنا ما تا چند سال بعدی هیچ چیزی در ولایت نداریم و هیچ سندی و هیچ ثبوتی برای گذشته درخشان منطقه نداریم. قلعه موریچاق در بالا مرغاب، قلعه ملک انتر در قادس، پیوار در جوند، قلعه نریمان و دیگر مناطق از جمله بخش های تاریخی بادغیس به شمار می روند. فعالان مدنی در بادغیس می گویند که ادامه کم توجهی به وضعیت آبدهای تاریخی در این ولایت هویت تاریخی بادغیس را صدمه خواهد زد. که به توجهی حکومت است، دومین ناهمنی که وجود داره و ساعاتی که آبدهای تاریخی قرار داره در دسترس مخالفین مسلح است و یک ثبت آبدهای تاریخی وجود نداره که حکومت آمده ثبت کرده باشه اینا رو، بعد از ثبت نگهداری صورت گرفته باشه و هزینه برای نگهداری مد نظر گرفته شده باشه، متاسفانه وجود نداره و بر همین اساس آبدهای تاریخی هم روز به روز از بین رفته و بین میره. اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس هم مشکلات مطرح شده را در مورد وضعیت آبدهای تاریخی در این ولایت تایید می‌کند. مسئولان این اداره اما کمبود کارمند را یکی از چالش‌های عمده در برابر این اداره عنوان می‌کنند. سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ بادغیس می‌گوید که بیشتر ساحات آبدهای تاریخی در کنترل پیکارجویان طالب است. باعث نگرانی است کندانکاری ها، خب طبعا نگرانی ما رو به دنبال داره، ما از این وضعیت ابراز نگرانی میکنیم چون دسترسی به او ساحات نداریم، ما کارمند ساحوی نداریم به او ساحه که از او ساحه عملا با ما گزارش بده یا ما دسترسی داشته باشیم در شرایط کنونی که ما بتونیم بریم از اونجا بازدید بکنیم، یا مثلا از ولسوالی جوان که مغارای تاریخی ششپیر در اونجا موقعیت داره، ما تا اکنون نتونستیم از اونجا بازدید بکنیم و فقط به اساس ارتباطات شخصی ما میتونیم از اونجا معلومات به دست بیاریم و راجع به این ساحات معلومات جمع آوری بکنیم. گفته هایی نیز وجود دارند که اداره محلی بادغیس هم برنامه هایی را به منظور جلوگیری از این چالش روی دست گرفته است، برنامه هایی که ظاهرا تا کنون نتیجه چندانی در پی نداشته است.
شماری از ساکنان ولایت فرا از ناامنی‌های اخیر در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. ساکنان ولایت فرا می‌گویند که جنگ‌های پیکارجویان طالب با نیروهای امنیتی در این ولایت آنان را متضرر کرده است. وجود جنگ و ناامنی در ولایت فرا سبب شده تا شمار زیادی از ساکنان این ولایت به ولایت‌های همجوار آواره شوند. ساکنان ولایت فرا میگویند که ناامنی‌های اخیر در این ولایت و درگیری میان نیروهای امنیتی و پیکارجویان طالب زندگی را برای آنان سخت ساخته است. اوزاق ناامنی است. مردم که پیسه دار از کل ولایت ترک کرده رفته سوی ولایت های دیگه پیش رفته. ما مردم غریب نمی افتاده هستیم. اوزا ناامن است. غریب نیست. سودا نیست. هیچ گپ. تاثیر خوب باید تاثیر داشته باشه. بخاطر از اینکه همه مردم که سرمایه گذاری میکرده و کسایی که پولدار بوده در ولایت فرا اینا کل از شهر فرا ترک کرده. دیگه هر شب در اطراف شهر که هست جنگ و مشکلات هم مثلا دیگه کسی نمانده، چند تا غریب غربا مانده، اینا دیگه نمیتونه سودا بگیره، نم سرمایه داره، نم پیسه داره. از دولت دیگه همینه که باید توجه داشته باشه تا چی وقتی جنگ باشه، تا چی وقتی جنگ جریان داشته باشه. ساکنان ولایت فرا میگویند که دولت مرکزی در زمینه تامین امنیت این ولایت کم توجهی میکند. آنان نهادهای امنیتی در فرا را نیز به کم توجهی و عدم مدیریت درست جنگ در این ولایت متهم میکنند. به گفته آنان در صورتی که حکومت مرکزی در زمینه تامین امنیت ولایت فرا به گونه جدی توجه نکند، دست به اعتراضهای گسترده ای خواهند زد. یک اشیا در چه نایک جنگ است ولی این سودا هیچ نیست. دولت میخواد که یک سال یک چیز باشه که هیچ نه سودا هست هیچ نیست. اردی مرد درستان کرد آتی دی پره آما پس نازان میشه برای جنه ورده که بودا خاطر بخواست سن معرف معرف من در مرد بودا خود برای جنه که چه مثلا در دابا سیس معلمی وشه ناشه سن تجنبون دیر تاثیر کرد بخورا بانی برخی که بیده حکومت چرا آتوان چه خول امیت سن که دشار امیت بونی سن بگر فعول نایی که دشار جنگ دیم بسر خبر دیم. اما مسئولان اداره محلی فرا از آمادگی ها به منظور تامین امنیت بهتر این ولایت سخن می زنند. ناصر مهری سخنگوی والی فرا می گوید که به زودی برنامه های را به منظور پاکسازی مناطق مختلف این ولایت از وجود پیکارجویان طالب راه اندازی خواهند کرد. به خاطر تدابیر امنیتی ولایت فرا و تدابیر خاص امنیتی در روزهای نزدیک نیروهای تازه نفس اردوی ملی و همچنان اطلاعات خاص امنیت ملی و با تجهیزات جنگی خاصشان به ولایت فرا خواهد آمدن و به خاطر مهار کردن تحرکات دشمن تدابیر خاص و پلانهای خاص گرفته شده است. قابل یادآوری است که در این اواخر ولایت فرا شاهد درگیری های زیادی با پیکارجویان طالب بوده است. درگیری هایی که با پیکارجویان طالب و نیروهای امنیتی تلفات سنگینی نیز وارد کرده است. مقام های محلی در ولایت غور میگویند که راه های مواصلاتی به ولسوالی 400 این ولایت مسدود شدند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور در گفتگوی با تلویزیون چکات گفته که پیکارجویان طالب از چند جهت بر پاسگاه های نیروهای امنیتی در این ولسوالی حمله کردند. خب طالب ها از مدت 4 سال به طرف مسیر زنونی ولسوالی 400 را اینا مسدود کرده بودند که مواد غذایی در مرکز ولسوالی انتقال میشد مگر برای نیروهای امنیتی و افراد دولت باشه رفت آمد کرده نمیتونستن مواصله بوده به صورت مسجد بوده. لیکن حال مثلا قرار زیادی از طلبا از ولایت فاریاب، ولایت بادغیس، ولایت سرپل و همچنین طلبای محلی همه که تجمع کردن و این ساحه رو تنگ ساختن تا زمانی که حالا مثلا مرکز ولسوالی بودن. های مواصلاتی هوایی زمینی برای فلان مسدود است و اونا موقعیت 400 یک موقعیت بسیار شعب العبور و سلاکه هایی در بخلا کشیری داره. ای کوها و قسم است طالبا فلان در او ساعت جا بجا شدن که نشست قوای هوایی در مرکز روسیاری قیلی ممکن شده. ائتلاف بزرگ ملی در واکنش به افزایش ناامنی‌ها در کشور میگوید که بسیاری از مناطق به دست پیکارجویان طالب سقوط کرده ولی رئیس جمهور به کمپاین‌های غیرقانونی انتخاباتی مصروف است.
ائتلاف بزرگ ملی امروز با صدور اعلامیه ای گفته که شدت حملات پیکارجیان طالب در 7 ولایت توسعه یافته است. این ائتلاف با اشاره به آوار شدن هزاران خانواده در حمله پیکارجیان طالب بر ولسوالی های مالستان و جاغوری ولایت غزنی حکومت را به ضعف مدیریت متهم کرده. در اعلامیه آمده با وجود این حوادث رئیس جمهور و تیم همکارش با استفاده از امکانات دولتی به بهانه رسیدگی به مشکلات مردم کمپاین انتخاباتی قبل از وقت را در ولایت مختلف راه اندازی کرده است. اعلامیه افزوده که این عملکرد رئیس جمهور خلاف قوانین حاکم در کشور است. پس از میان برنامه کوتاه با شما خواهیم بود. منابع خبری به نقل از سیگال مندلکر یکی از مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از قطع ارتباط بانک مرکزی ایران با پیام‌رسان مالی سویفت خبر دادند. این قطع ارتباط انتقال مالی ایران با کشورهای دیگر را مشکل می‌کند. دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران از هفته پیش آغاز شده است. خانم مندلکر همچنین گفته که ایالات متحده چندان نگران سازوکار ویژه مالی اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا نیست. او گفت خبر مهمتر در اروپا این است که تعداد زیادی از شرکت‌ها در حال خروج از ایران هستند. او در گفتگوی خود با خبرنگاران اشاره به اقدام‌های بیشتری علیه ایران کرد و گفت درباره ایران چیزهای بیشتری از ما خواهید دید. ایالات متحده آمریکا از 5 نوامبر تحریم‌هایی را که با توافق برجام از ایران رفع شده بود به طور کامل بازگرداند. این در حالی است که بعضی بانک‌ها نظیر بانک ملی 2 روز پیش در ابلاغی از قطع دسترسی به سامانه سوئفت در روز دوشنبه خبر داده بودند. در این ابلاغی از تمام واحدهای ارزی ام از ادارات و شعب خواسته شده بود تا زمان فوق الذکر روند پردازش آنها از طریق سامانه سویفت صورت گیرد. سویفت فراگیرترین سامانه ارتباطات مالی بین بانکی است. هفته پیش و همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران، سویفت اعلام کرده که دسترسی چند بانک ایرانی به این سیستم ارتباطی بین بانکی را تعلیق کرده است. سویفت در اطلاعیه‌ای که منتشر کرد، اشاره مستقیمی به بازگشت تحریم‌های آمریکا نکرد و از فهرست بانک‌های ایرانی منع شده از سیستم ارتباطی میان بانکی هم نامی نبرد. اما وزارت دارایی آمریکا در فهرست طولانی تحریم شدگان علاوه بر بانک مرکزی و چند بانک اصلی این کشور نظیر بانک کشاورزی، بانک ملی، بانک مسکن، بانک کارگشایی، بانک صنعت و معدن، بانک رفاه و بانک سپه به چندین بانک و صندوق کوچکتر و خصوصی هم اشاره کرد. در واکنش به این تصمیم سویفت، رئیس بانک مرکزی ایران گفت تحریم‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی ایران پیش‌بینی و برای شرایط مختلف حتی برای مواردی فراتر از این تحریم‌ها برنامه ریزی شده است. بعضی از بانک‌هایی که در دور جدید تحریم‌ها گنجانده شدند در مبادلات دارو، غذا و کالاهای پزشکی نقش داشتند. مروری دوباره داریم بر سرخط مهمترین خبرها. انتقاد هراتیان از وجود ناامنی ها در نقاط مختلف کشور. شماری از ساکنان، استادان دانشگاه، دانشجویان، فعالان مدنی و جوانان در هرات خواهان توجه جدی حکومت به وضعیت نابسامان کشور شدند.
نگرانی ها از فروپاشی آبده های تاریخی در بادغیس. فرهنگیان بادغیسی میگویند آبده های تاریخی این ولایت از سوی افراد مسلح به سرقت برده میشود. انتقاد تند شماری از نامزدان مجلس نمایندگان در فرا از وجود تقلب گسترده در انتخابات گذشته. آنان خواهان برگزاری مجدد انتخابات مجلس نمایندگان در این ولایت هستند. واکنش ائتلاف بزرگ ملی در پیوند به ناامنی‌های اخیر در کشور. اعضای این ائتلاف می‌گویند که بخش‌های مختلف کشور به دست پیکارجویان طالب سقوط می‌کنند، ولی رئیس جمهور به فکر کمپاین‌های انتخاباتی است. و اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا از قطع ارتباط بانک مرکزی ایران با پیام‌رسان مالی سوئیفت خبر داده است. بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و به خصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکا دنبال کنید. به پایان برنامه خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با تیم کاری تلویزیون چکاد همراه بودید سپاسگزاریم. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.